اتحادیه کارگری در ایالات متحده آمریکا در اواخر قرن 19 شکل گرفتند. این اتحادیه ها با هدف حمایت قشر کارگر در قبال سوء استفاده های کاری همچون کارهای بدون مزد و شرایط کاری ناامن ایجاد شدند. موزه ملی تاریخ آمریکا در واشنگتن دی سی نمایشگاهی با موضوع چگونگی شکل گیری جنبش کارگری در آمریکا برپا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش نیکولتا ایلیک. یکی از مهمترین تحولات تاریخی اتحادیه‌های آمریکا 8 دسامبر 1886 اتفاق افتاد، زمانی که ساموئل گامپرز فدراسیون کار آمریکا را تنظیم کرد. در آمریکا عمدتا نظریه فرصت فردی قدرت اتحادیه ها رو کاهش میداد. با رشد صنایع وجود اتحادیه های کارگری برای قدرت بخشیدن به کارگران الزامیه. به گفته آقای لایپولد، بدون وجود اتحادیه ها صدها یا هزاران کارگر شرکت های بزرگ به راحتی هویت و قدرتشان را از دست میدادند و یک بار مصرف میشدند. در کنار هم کارگران هم قدرت بیشتری پیدا کردند و هم میتونستن اعمال نظر بیشتری داشته باشند، مثل کنترل استخدام و اخراج و حقوق و مزایا و درخواست برای کسب درصد بیشتر از سود شرکت. آقای لایپولد میگوید جداسازی کارگران بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت و تحصیلات کار دشواری است. اولین اتحادیه کارگری در آمریکا در قرن 19 میلادی در جوامعی که همکاری برادرانه داشتند تشکیل شد. سپس اتحادیه‌های کارگری با یکدیگر متحد شدند. کاترین فرنز از همکاران آقای لایپولد معتقد است وجود اتحادیه‌های کارگری به خصوص در قرن 20 از اهمیت خاصی برای قشر کارگر برخوردار بود. برای کسانی که از کشورهای اروپایی اومده بودن و اون زمان اتحادیه داشتن، وجود اتحادیه‌های کارگری اهمیت زیادی داشت. این بدان معناست که افراد جداگانه به کارفرمایان درباره قراردادشان مذاکره نمی‌کردند و گروهی مذاکره می‌کردند. اونا میتونستن خونه خوب بخرن و بچه‌هاشون رو به دانشگاه بفرستن و به رویای آمریکاییشون جامعه عمل بپوشونن. خانم فرنز میگوید بسیاری از آمریکاییان هرگز با اتحادیه‌های کارگری راحت نبودند. اعضای اتحادیه‌های کارگری بیشتر از 30% جمعیت جامعه نشده است. پس از افتی طولانی، نقش اتحادیه‌های کارگری تغییر کرده است. امروزه نسل هزاره بخش عمده‌ای از فعالیت کارشان را از داخل خانه انجام می‌دهند. متحد کردن نیروی کار متفرق کار سختیه، اما نسل هزاره در بسیاری از بخش‌ها توافق‌های جمعی رو پذیرفته و در اتحادیه‌ها مونده. هر دو کارشناس موزه موافقند که باید دید اتحادیه‌ها در آینده چه شکلی به خود خواهند گرفت.